مقدسات ما چیست واقعا؟ ما ملت بزرگی ایران با 5000 سال تاریخ و این فراز و فرودهای شگفت‌انگیز، ما چه مقدساتی داریم؟ مقدسات ما واقعا چیست؟ اجازه بدید که شروع کنیم از مذهب، ببینیم آیا این دین و مذهب واقعا چیز واقعی است، یک نظر حقیقی است. شما از ژاپن حرکت در ژاپن تشریف ببرید، اونجا آیین شینتو و بودا و آیین‌های دیگر از زن غیره و زالک، با هر کس صحبت کنید سوگند می‌خورد که کل حقیقتش اوست و این بهترین ادیان است و سعادت دنیا و آخرت رو، حالا آخرت که خیلی جا وجود نداره، تعمیم می‌کند و اینها. بیایید به طرف هندوستان، قریب 1500 آیین و دین هست، عرض میکنم از هندویسم گرفته تا بودیسم گرفته و عرض میکنم جینیزم و غیره و زالک و موشپرستی و غیره و اینها همه هست. با هر کدام که صحبت کنی میگوید کل حقیقت پیش اوست و این بهترین ادیان عالم است. در این جینیزم که عرض کنم که منشعب شده است از هندویسم، این مقدس‌ترین چیز در این آیین عضو جنسی مردان است. مجسمه ها هست، عرض می کنم که در این شهر منتابو که بر سر کوه هست در رجستان، یک معبدی است بیشتر از شاید 100,000 مجسمه های شگفت‌انگیز و دو برادر مسابقه داده بودند که هر یکی بیشتر خدمت بکنه و بیشتر بسازه و اینها، و داستانی داره که حالا معمار چه ترفندی زد که برادر بزرگتر رو یک فیل اضافه کرد که برادر کوچکتر نفهمید و بعد بعدها فهمید. نه بماند، مقدس‌ترین چیز عضو جنسی مردانه است. و وقتی آینا صحبت میکنی مفهومش از اسلام بیشتره، میگوید آقا این سرچشمه توالد و تناسل و تداوم نسل بشر هست، حداقل به انسان برمیگرده. کتاب‌های بزرگ تفسیرها دارن بابت این داستان، اینا دینشونه. آقا خیال میکنن کل حقیقت هم همون جاست. بعد یک این سوترک در پاکستان قربانت کردم، سنیان نشستن ریش سفید ترشیدن، ریش گذاشتن، یکی بمب از زیر بغلشون یه 4 تا هندو بکشن. یا آقا چیکار میکنیم؟ میگن آقا سعادت دنیا و آخرت اینه که ما هندوها رو بکشیم. و عرض میشود که این بهترین دین دنیا همین است که ما داریم و حاضر نیستن گوش بکنن به چیزی. و کشور عزیز خودمان ما رافضی ها، شیعیان جهان، ما تنها شیعه جهان هستیم. جز شیعه هر چه هست و آدم خدا پرست در دوزخ هست روز قیامت مکان او. بله، عاشق علی اصغر و باقر و غیره و زالک و اینها. به اروپا عرض کنم جهان مسیحیت، هزاران هزار دین در جهان هستن و هر کس هم صحبت میکنیم که دین من از همه ادیان بهتره، کس نگوید که دوغ من ترش است. از این ما چه نتیجه میگیم؟ این همون داستان کل حزب و مالده فرحون هستی که هر کس هر چیز داره راضی. اما آیا حقیقت پیش کسی هست؟ آیا کسی هست ادعا بکند که کل حقیقت پیش اوست؟ بنده گمان نمی‌کنم، چون حقیقت یکی بیشتر نیست. پس این دین حقیقتی یونیورسال و جهانی نداره هیچ کدام از این ادیان. به دلایل مختلف از وضعیت جغرافیایی اقتصادی اینها به وجود آمدن و اینها مربوط به دوران جهالت انسان هستن. چرا در دوره اخیر چیزی به وجود نمیاد؟ چرا پیغمبر بازی از بین رفته؟ چون مردم دیگه قبول نمیکنن، میخندن که آقا من پیغمبر از طرف خدا اومدم، یا بر دنبال کار دیوانه هستی حتما تو. میرسیم به مملکت خودمون، میریم شیعه است، السلام علیکم و رحمت الله، بقیه هم همه سنی. آیا حقیقت پیش ماست واقعا؟ چگونه است که اون 1,200,000,000 اشتباه کردن و حقیقت رو ندیدن، ما حقیقت رو پیدا کردیم؟ پس چرا اونها این همه آدم که شما میبینید اونجا 120,000,000 فقط در هند هست، 150,000,000 در پاکستان، یه چیز حدود نمیدونم 130,000,000 در بنگلادش، همه هم گرسنه و بدبخت هستن بماند،
اما بروید اونجا بگوید اصغر، اونجا آقا اصغر چی بود دنبال کار زندگی رو، اکبر اکبر چی میگی اصلا، داستان تو چی هست، چی داری میگی، باقر کیه، داستان چیه، این حرفا چی میزنی، که اسلام نیست که آقا جان، اسلام یه قرآنی داره، خدایی داره، محمد تموشو شرط خلیفه در این عرب، تمام این رنگ سبز بروشش کم رنگ کردی، شما بری بگی علی رو، علی هم بعد از عمر رو نمیدونم عثمان علی بوده، خیلی خوب، از بسیار شخصیتش و مقامش و اهمیتش از عمر کمتره به دلیل تاریخی، کاری نکرد آخه این بابا، شرط آدم کشته، غلام خانزاد محمد جنایات هولناک رو میدونی آقا میکرد، پیرمردی بکشه، نمیدونم معابد دیگران رو خراب بکنه، اینا آقا میکرد، مجاهدت هم البته میکرد برای گسترش و تحمیل اسلام با شمشیر، این آقای کاری میکرد، کاری نکرد برای اسلام، این عمر بوده که کشورها گشوده، اسلام رو گشوده و تمام خزائن ایران و غیره رو وارد کرده به مدینه، علی که درگیر بود به برادر کشی، برابر این عرب دوستش ندارن اساسا، حساب دوش باز نمی کنن. حالا چرا ما فقط چیه شدیم؟ برای حفظ این مملکت چیه شدیم؟ که اگه تقدسی هست در این کشور و مردمشه، ما نمیخواستیم به بچه عثمانی و عمر و سار قرقزت سنی باشیم، آقا ما شیعه میشیم، شیعه زدیم به سیم آخر، خرد دجال و امام زمان ته چاه و اینا زدیم به دیوانگی، واقعا که از شر این داستان راحت بشیم، نمیتوانستیم بفهمیم الله چی میگه و این داستان چیه و یه حرف خودمه، بذاریم این توبره رو زمین، ما آدم های مدرن هستیم، قرن 21 هست، بپرسیم آقا این چگونه به ما تحمیل شده، این عقاید دینی من از کجا آمده، آیا من تحقیق کردم، انتخاب کردم؟ اون بانوی بزرگوار که احترامش برای من مضاعف هست به جهتی که همسر دوست عزیز من هست، درست آقا مادر ایشان که ایشون لابستان بود تشریف بودن عربستان سعودی، ایشون سنی بودن، میرفتن عربستان مسیحی بودن، چه مقدساتی؟ کدوم مقدسات؟ اکبر اصغر که مقدس نیست، که مقدس اون انسان ایرانی است که حقوقش داره پایمال میشه، به گرایش به این نوع تقدسی که شما حسابش باز کردید به خاطر حفظ این سرزمین بوده، این سرزمین برای مملکت مردمش مقدس بوده، تو زدی به بازار شیعه‌گری که در هیچ جای نونه کشور شیعه پیدا نمی‌کنه، آویختیم به استخونهای پوسیده نمیدونم رضا و بنم چی چیز خواهرش و برادرش، این چه داستانی است؟ این مملکت ما گداخانه درست شد، یعنی کشور بزرگ هخامنشی، پرستش استخوان دشمنان این مملکت، اینا حیثیت ما رو بردن، آبروی ما رو برباد دادن، 600 سال ما رو به بردگی و بندگی کشیدن، در استخوناشون پرستش میکنیم، مقدسات ما کدوم مقدسات؟ این چیز کدومش مقدسه؟ تقدسش در چیه؟ امری جهانی با رنج انسان ارتباطی دارد، با خوشبختی کل بشر، اکبر اصغر، من دو از این حرفا رو نمی فهمم واقعا، برای حفظ این سرزمین که در معده این اسلام حل نشود و حذف نشود، چنان که دیگران شدن، بپرسید آقا چرا در مصر ابو مسلم خراسانی پیدا نشد، بابک خرم‌دین چرا در عراق و لبنان پیدا نشد، چرا فردوسی در مصر و عربستان اینا پیدا نشد، عربستان عرض نمی کنم، مصر رو بفرمایید که خیلی تمدن قدیمی داشت، به جهت اینکه این کشور مخالف بوده، در جنگ بوده، برای اعاده حیثیتش از سیطره اسلام و عرب جنگیده تا به امروز، حض نشد این مملکت در معده اسلام، آقا نشد، اگر تقدسی هست در مملکت در خاک توسه، که یکی انسانی مثل فردوسی اونجا خوابیده، دشمنان ما بودن، مادران ما رو بردن فروختن، آقا فروختن، ما خوی دین گرامی که نباستیم به هزینه کشتار ایرانیان و دزدیدن عرض میکنم تاج کسرا و برباد دادن حشمت این مملکت میشه، اگه حرفش حساب رو خودش میامد، اگه مسیح شمشیر کشید، آقا این مسیح، آقا جان این مسیح عیسی، مسیح 12 نفر دنبالش بودن،
نه شمشیر کشید، نه لگد انداخت، نه معبد خراب کرد، نه اقتلو گفت، نه یقاتلو نه گفت. آقا دینش جهانی شو حرفش حسابی بود. مقدسات ما، مقدسات ما در این سعدیست که اینجا گذاشتم به حافظ است و فردوسیست و عرض میکنم همه این شاخصهای بزرگ این مملکت است که شرافت و حیثیت ما رو زوالت کردن، نه اون کسانی که شرافت و حیثیت ما رو برباد دادن.